شورای هماهنگی فرهنگیان ایران با انتشار بیانیه خواستار برگزاری تجمع سراسری معلمان در روز سه‌شنبه 19 اردیبهشت ماه شد. برای بررسی دلایل این فراخوان و خواسته های فرهنگیان، آقای حسین بیضایی مسئول انجمن معلمین و فرهنگیان در کانادا رو همراه خودمون داریم تا یه مقداری در رابطه با جزئیات این موضوع از ایشون بشنویم. با سلام به شما آقای بیضایی، می‌خواستیم از شما دلیل این فراخوان و اعتراض فرهنگیان رو، با توجه به اینکه قبل از عید موضوع حقوق و رتبه بندی معلم‌ها تعیین تکلیف شده بود، بپرسیم که بخلاصه موضوع چی الان؟ سلام میکنم خدمتتون، ممنونم از اینکه این فرصت رو در اختیار من قرار میدین. اولا تبریک میگم به مقاومت ایران، به مردم ایران و به کانون‌های شورشی برای عملیات حیرت آور هک کردن بیش از 210 سایت و سامانه وزارت خارجه رژیم، حداقل 210 دلیل برای خوشحال کردن مردم ایران. مسئله اعتراضات معلمین و فرهنگیان، همینطور مسئله اعتراضات و اخشار مختلف مردم ایران چیز جدیدی نیست. کافیه که خودمون رو به 44 سال پیش بعد از سقوط دیکتاتوری شاه و برپا شدن دیکتاتوری آخوندی ببریم، که اعتراضات در اشکال مختلف، در ابعاد مختلف و به دلایل مختلف از همون ابتدا شروع شدن، اگرچه ابتداعا بیشتر ها در اجتنفی داشتن، ولی به تدریج بر اساس همینطور که رژیم آخوندی پایه های حکومتش رو محکم تر کرد، این اعتراضات در حالت اجتنفی خارج شدن و به اشکال مختلف دیگه تبدیل شدن، به خصوص در چند ماه اخیر که واقعا شدت و گستردگی اعتراضات تحسین برانگیز شدن و نوید پیروزی مردم ایران بر رژیم آخوندی رو هرچه نزدیکتر کردن. در این اطلاعیه‌ای که شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی در روز 12 فوریه یعنی روز معلم در ایران دادن، خواستن که در روز 19 اردیبهشت که زادروز جبار باغچبان معلمی پیشرو در جهت حمایت از حقوق معلمان و توسعه آموزش در کشور و بنیانگذار تئاتر کودکان و آموزش ناشنوایان بوده، این تجمعات برگزار بشه. در این بیانیه به مطالباتی همچون اجرای دقیق قانون مدیریت خدمات کشوری برای شاغلان و بازنشستگان، اجرای رتبه‌بندی معلمان مطابق مصوبه اولیه و بازگشت به اجرای 30 قانون اساسی و تامین آموزش با کیفیت، آموزش با کیفیت و امنیت مدارس به ویژه برای دختران آموز دانش آموز اشاره شده. قابل توجه و شاید قابل تعجب باشه که بر اساس اصل 30 قانون اساسی همین رژیم، دولت موظف هستش که وسایل آموزش و پرورش رایگان رو برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم کنه و وسایل تحصیلات عالی رو در سطح در تا سرحد خودکفایی کشور به طور رایگان در اختیار این افراد قرار بده. این خواسته های به نوعی به نظر صنفی این اطلاعیه هستش، اما این اطلاعیه ادامه میده و به مسائل یه مقدار عمیق‌تری هم میپردازه و اشاره میکنه که آنچه در خیزش اجتماعی اخیر در مدارس و خیابان‌ها دیده شده، شکست کامل الگویی بوده که بی اعتنا به تحولات عمیق در عرصه واقعیت‌ها در هفته‌های اخیر در عرصه واقعیت‌های اجتماعی می‌کوشد تا ایدئال‌های غیر واقع بینانه خود را در نظام آموزشی محقق کند. این فرهنگیان از همکاران خودش می‌خواستند که جلوی مجلس شورای ضد اسلامی آخوندها در تهران و همینطور جلوی ادارات آموزش پرورش در مراکز استان‌ها و شهرهای مختلف تجمع پیدا کنند و اعتراض خودشون رو به این صورت شکل بدن. بله. آقای بیضایی، شما الان از خواسته های معلمین گفتین و اینکه این تجمعات قبلا هم بوده. آیا با این تجمعات معلم ها میتونن خواسته هاشون به خواسته هاشون برسن؟ به نظر شما راه رسیدن به این خواسته هاشون چی هستش؟ ببینید، هر سیستمی و هر اعتراضی به هر اعتراض درستی بر اساس یک خواسته های درستی شکل میگیره.
هر سیستمی که این اطلاعات به اون سیستم وارد بشه اگر از اساس خراب نباشه و احتیاج به یک سری ترمیم و به اصطلاح بازسازی محدود داشته باشه، این یک مثل عمد جاری هستش که به طور عام و به طور روزمره در کلیه سیستم های اقتصادی یا کشوری صورت میگیره. نگاهی به کارنامه این رژیم بیانگر این هستش که این دستگاه اساسا دستگاهی هستش که از اصل خراب هستش. این رژیم از صدر گرفته تا از خود خامنه‌ای گرفته تا رئیسی و بقیه سردمکاران رژیم اینقدر سرشون در دزدی، در چپاول، در چکنده، در اعدام، در خلق کردن راه های نوین سرکوب اینقدر مشغول هستش که دیگه فرصتی و نه اراده ای برای پرداختن به خواسته های مردم ایران و فرهنگیان ایران وجود نداره. اشاره میکنم به صحبت های خامنه ای در روز 12 فروردین، یعنی روز معلم، که یک تصویر بسیار واقع بینانه و واقعا تاسف آوری رو از این وضعیت فرهنگیان و وضعیت آموزش پرورش در ایران که خودش در دندان همه این مشکلات هستش بیان کرد. اون اشاره میکنه به اینکه خطای راهبردی برخی مسئولان گذشته این بود که متاسفانه قدر و عظمت و قدرت تاثیرگذاری آموزش پرورش رو نمی‌دونستن و به این مجموعه به عنوان مزاحم و مصرف کننده بیفایده یه بودجه نگاه میکردن. بعد حالا با این تحلیل مسخره یا واقعی ولی واقعا مسخره، راه حلش رو در نظر بگیریم که مسخره تر از صحبت اولیش. به عنوان راه حل اشاره میکنه که باید به تشویق دانش آموزان به حضور در مراکز برکت آفرین از جمله مساجد و هیئت ها اشاره میکنه و اینکه میگه اگر اینها در این مساجد و هیئت ها شرکت بکنن علاوه بر یادگیری آموزش برکات دیگری هم داده که از روش های مجازی قابل تحقق نیست. بنابراین در این سیستمی که سرکرده این سیستم و بالای این سیستم اینطور فکر میکنه، هیچ راه امیدی برای تحقق خواستهای فرهنگیان ایران و دیگر افسر مردم نیست. این سیستم از اساس مثل فاسد هستش و باید جایگزین اون یک سیستمی بر اساس رأی مردم، بر اساس دموکراسی، بر اساس آزادی و سکولاریزم باشه. اجازه بدین در آخرین دقایقی که خدمتتون هستم به ترور معلم معترض حسین مهدیپور، معلمی که معلم جامعه شناسی شهرستان دستیاری سیستان اشاره بکنم، من که علی‌رغم این و که یک کانال تلگرامی داشت و حدود 100,000 عضو داشت، او چند بار برای اعتراض برای وضعیت فرهنگیان به جلوی مجلس رفته بود، دستگیر شده بود، شکنجه شده بود و مورد تحقیر قرار گرفته بود و بهش گفته بودن که اجازه نداره این فعالیتش ادامه بده. به هر حال این معلم با شرف و شریف حریف به اصطلاح به حرف آدمکشان وزارت اطلاعات گوش نداد و نهایتا توسط همونها دستگیر شد و ترور شد بعد از شکنجه های فراوان. همینطور مایلم اشاره بکنم به فرزاد کمانگر، معلمی از تبار صمد بهرنگی، کسی که الف امید و به برابری را اونچنان خوب به شاگردان خودش آموخت که خود به پی پیروزی رو بنویسه. به قول او، مگر میتوان در قحط سال عدل و داد معلم بود اما الف و به امید و برابری را تدریس نکرد، حتی اگر راه آن به اوین و مرد منجر شود. بله، با درود به این معلمان شریف که شما بهشون اشاره کردین و با تشکر از شما آقای حسین بیضایی، مسئول انجمن معلمین و فرهنگیان در کانادا، از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید، در این گفتگو همراه ما بودید. ممنون هستم. خواهش می‌کنم. خدا نگهدارتون.